بیننده و شنونده پوشش ویژه ایران اینترنشنال از خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی هستید. با من ریحان فلاح. نگاهی به سرخط خبرها. برگزاری رفراندوم خواسته جدید دانشجویان. خیزش دانشجویان علیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. ارسال پارازیت مداری بر روی امواج تلویزیون‌های ماهواره‌ای از سوی جمهوری اسلامی. ایران اینترنشنال در بیانیه‌ای هشدار داد این رفتار خلاف قوانین بین‌المللی است. تأکید آمریکا بر اعمال هزینه‌های سنگین علیه سرکوبگران اعتراضات در ایران. رئیس سازمان سیا گفت ایالات متحده متعهد به حمایت از جریان آزاد اطلاعات است. این پوشش ویژه خبری خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی است. بخش ویژه خبری که این روزها ادامه خواهد داشت و ما اخبار مربوط به حضور اعتراضی مردم در نقاط مختلف ایران و دیگر کشورها را لحظه به لحظه پوشش می دهیم. در سومین هفته از خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی دیروز هم تجمعات اعتراضی از مدرسه و دانشگاه تا خیابان‌ها ادامه داشت. دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با ترک کلاس‌ها، تجمع و تحصن به ضرب و شتم و بازداشت دانشجویان دانشگاه شریف اعتراض کردند. در مشهد، دانشگاه فردوسی و دانشگاه امام رضا، دانشگاه‌های تبریز، یزد، قم، دامغان، بیرجند، سنندج، بوشهر و رشت به علاوه دانشگاه تهران، الزهرا، بهشتی، تربیت مدرس و چندین واحد آموزش عالی علوم پزشکی دیگر که همگی صحنه اعتراضات گسترده دانشجویان بود. دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد این اعتراضات را شروع یک انقلاب خواندند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. تصاویری ببینید از تجمع دانشجویان دانشگاه یزد در چهارمین روز اعتصاب سراسری دانشگاه ها. صدها دانشجوی دانشگاه الزهرای تهران در چهارمین روز اعتصاب سراسری دانشگاه‌ها از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. همچنین در تبریز به رغم بازداشت گسترده دانشجویان تجمع در محوطه دانشگاه ادامه پیدا کرد و جمعی از شهروندان تبریز در حمایت از دانشجویان مقابل در ورودی همین دانشگاه تجمع کردند. سخنگوی وزارت علوم جمهوری اسلامی گفته اتفاقات روز 10 مهر در دانشگاه صنعتی شریف مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت. او همچنین با غیر اخلاقی خواندن برخی شعارهای سرداده شده در این دانشگاه گفت این شعارها در اعتراضات در نقاط دیگر شنیده نشده.
همکارم نیکی محجوب اینجاست در استودیو برای بررسی بیشتر تجمعات گسترده‌ای که دیروز هم در چندین دانشگاه در سراسر کشور ادامه پیدا کرد. ببین اتفاقی که افتاد دیروز در ادامه تمام تجمعاتی که دانشجویان داشتن در این روزها دوباره تجمع کردند. همچنان اعتراض دارن به تمام بازداشت ها، به سرکوب هایی که شدن، به فشار هایی که داره میاد و تأکید میکنن روی اینکه استادا بهشون بپیوندن. مثلا بیانیه‌ای که دیروز بعد از تجمع دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه علامه دادن، گفته میشه که خشم و نفرت از سرکوب دانشجویان شریف رو محکوم با خشم و نفرت سرکوب دانشجویان شریف رو محکوم میکنن، خواستار آزادی دانشجویان بازداشتی هستند. و توی پایان بیانیه میگه که بر مقاومت توامان خود در برابر استبداد و استعمار تاکید کرده، پس زنده باد زندگی و ایستادگی. دانشجوها قرار امروز هم در شهرهای مختلف تجمع بکنن. بله، یه سری ویدیوها به ما دیر میرسه چون دانشجوان در پیام‌های میگن مثلا چرا ما از اسم دانشگاه اونها رو در تجمع نمیگیم، چون ویدیوها ممکنه دیر برسه یا ویدئویی دریافت نکنیم. این مشکل پیش میاد که اگر که میخوان بتونیم در بیشتر پوشش بدیم، میتونن با ارسال پیام‌های صوتیشون در محلی امن از تجمعاتشون برامون بگن که ما بتونیم اونها رو هم در برنامه‌ها و بولتن‌های مختلفمون پوشش بدیم. تجمعای دیروز در دانشگاه رو اگر بخوایم خیلی سریع بگیم، دانشگاه دندانپزشکی شیراز بوده، تبریز بوده، هنر اسلامی تبریز بوده، علامه بوده، فردوسی مشهد، بیرجند، بهشتی، تهران، یزد، الزهرا، دانشگاه دامغان، خواجه نصیر، قم، تربیت مدرس، امام رضا مشهد واحد خواهران، گیلان، اصفهان، بوشهر، خوارزمی، کرج، علوم پزشکی ایران به اسم دانشگاه نبی اکرم، با هنر کرمان، آزاد سوهانه، کرمانشاه، زنجان، نوشیروانی بابل. اینا لیستی از دانشگاه‌هاییه که دیروز تجمع درشون شکل گرفته. این رو هم در نظر داشته باشیم که نیروهای امنیتی جلوی بعضی از دانشگاه‌ها همچنان حضور دارن، مثل فردوسی مشهد، مثل خواجه نصیر، مثل تهران و مثل تربیت مدرس. و دانشجویان هم همچنان در دانشگاه‌ها کلاس‌ها رو تحریم کردن. از اساتیدشون هم خواستن که به اونها در این تجمع‌ها، در این اعتراض‌ها بپیوندن. مرسی نیکی، در استودیو همراه ما باش، باز به تو برمیگردیم. اما به دنبال ادامه اعتراضات سراسری در ایران، دانش آموزان هم با حضور در خیابان‌ها شعار علیه جمهوری اسلامی و سوزاندن مقنعه‌های مدرسه به خیزش سراسری مردم ایران پیوستند. همچنین ویدیوهای بسیاری از دانش آموزان در سراسر کشور منتشر شده که با آتش زدن تصاویر روح الله خمینی و علی خامنه‌ای مخالفت خود را با حاکمیت نشان می‌دهند. در تهران دختران دانش آموز تصویر علی خامنه ای را با شعار زن زندگی آزادی تعویض کردند، همزدا شعار آزادی دادند. در سقز و سنندج هم دختران دانش آموز با شعار مرگ بر دیکتاتور به همراهی با اعتراضات سراسری مردم پرداختند. با ادامه اعتصاب و تعطیلی کلاس‌های درس، دانش آموزان در تهران و کرج هم بدون حجاب به خیابان‌ها آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. Yeah.
بله، در اهواز بنر بزرگ علی خامنه‌ای به آتش کشیده شد. دانشجو آموزان در یزد یک بنر تبلیغاتی حجاب را پایین کشیدند. در شیراز مقنعه‌های خود را از سر برداشتند. داتو رو دارن آتیش میزنن. اهواز 12 مهر. نیکی محجوب هنوز با ماست اینجا در استودیو. به نظر میرسه که دانشجویان هم بعد از فراخوان شورای صنفی فرهنگیان همراه با معلمانشون به اعتراضات سراسری و اعتصاب پیوستند. آره، ببین اتفاقی که افتاده اینه که میشه گفت وارد یه فاز متفاوتی شدیم. دانشجویان بودن، مردم بودن، الان دانش آموزانن که دارن اعتراض میکنن به آنچه که بر اونها میگذره. محدودیت هاشون، فشارهایی که براشون هست، اجبار به خوندن درس هایی که خیلی وقتا اصلا نیازی نیست در زندگیشون به اون بهش نیازی پیدا نمی‌کنن، به فشارهای مذهبی که توی این سالها بهشون آورده شده، مقنعه سر کردن، لباس پوشیدن، اون فرمی که به زور و اجبار بهشون میگن چطور باید بپوشن، چی باید بگن، چی نباید بگن، همه اینها با هم جمع شده. وقتی که شورای صنفی اومد بیانیه رو داد برای اعتصاب معلمان و دانش آموزان، این روند خیلی گسترده تر شد. یعنی ما از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران در استانها و شهرهای مختلف میبینیم که دانش آموزان در کلاس‌هاشون حاضر نشدن، در محیط حیات مدرسه شعار دادن، معلمان در کلاس‌ها حاضر نشدن، در شهرهای مختلف دانش آموزان به خیابان آمدن. ببین، در سقز، در بوکان، در تهران، در سنندج، در کرج، در شیراز، در اصفهان، کرمانشاه، اهواز، ساری، دانش آموزا اومدن تو خیابون شعار دادن. شعارهاشون هم علیه خمینی بود، هم علیه خامنه ای بود. پوسترهای خمینی و خامنه ای رو آتیش زدن، پایین کشیدن، بدون روسری، بدون مقنعه راه رفتن، مقنعه هاشون رو آتیش زدن. و شعاری که میدن جالبه که ما دیگه سکوت نمی کنیم. یعنی این یک رویه متفاوتی شد برای اعتراضات که در یک مرحله دیگه یه. و یادمون نره که زمان انقلاب هم وقتی اعتراضات به دانش آموزان رسید، راه رو رفت که منجر به تغییراتی شد که خب رسیدیم. بله، سپاسگزارم از همراهی در استودیو همکارم نیکی محجوب. اما شاهزاده رضا پهلوی با استقبال از گسترش اعتصابات به بخش‌های خدماتی تجاری تأکید کرد اعتصاب سراسری همراه با اعتراضات باعث شکست جمهوری اسلامی خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی در توییتر با اشاره به گزارش‌های متعددی که از گسترش اعتصابات در بخش‌های فرهنگی آموزشی به بخش‌های خدماتی تجاری خبر می‌دهند نوشت این گامی در مسیر درست است. اعتصاب و اعتراض سراسری در کنار هم این رژیم را به زانو در خواهد آورد. شبکه تلویزیون ایران اینترنشنال در بیانیه ای اعلام کرد جمهوری اسلامی در چند روز گذشته به ارسال پارازیت مداری بر ماهواره‌های مخابراتی اقدام کرده. پارازیت مداری به هدف قرار دادن ماهواره‌ای مخابراتی با امواجی گفته می‌شود که ارسال تصاویر و اطلاعات از ماهواره را با اختلال روبرو می‌کند. ارسال پارازیت مداری برخلاف قوانین بین‌المللی است و جمهوری اسلامی از سال 88 به این سو جز مواردی نادر دست به چنین اقدامی نزده بود. در بیانیه ایران اینترنشنال آمده پارازیت مداری که در روزهای گذشته ماهواره‌های مختلف و به ویژه یوتلسات را هدف قرار داده از محلی در نزدیکی کرج مخابره می‌شود. ایران اینترنشنال از طریق مراجع بین‌المللی در حال پیگیری نقض آشکار معاهدات و قوانین بین‌المللی درباره حق پخش ماهواره است. بینندگانی که در دریافت شبکه ایران اینترنشنال از طریق یوتلسات دچار مشکلند می توانند برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های دیگر از جمله ماهواره اکسپرس جهت 100 فرکانس 12594 عمودی دریافت کنند. پویا راد مدیر بخش خاورمیانه شرکت واید نتورکس در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره همین اقدام جمهوری اسلامی توضیح داده. بشنوید. رایت فعلی اخیراً شروع شده، یک کاری تحت عنوان جمینگ مستقیم
یا به عبارتی زدن مستقیم ماهواره هاست که کاریه که به صورت بین المللی غیر قانونیه. و نکته‌ای که جالبه اینه که خیلی از این ساتلایت هایی که الان مورد جنین قرار میگیرن، مثل حالا یوتلسات، حالا یا اکسپرس و یا هاتبه، این ساتلایت ها سرویس دهنده هاش برخی از سرویس ها رو به خود آیرایبی هم ارائه میدن و این هم خب باعث میشه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی و این خب باعث میشه که تبعاتی رو طبیعتاً در طولانی مدت برای آیرایبی داشته باشه. جمعینگ مستقیم ماهواره ها طبیعتاً میتونه باعث رجوع شرکت ها، حالا شرکت ما و شرکت های دیگر به مراجع قضایی بشه و همینطور این که میتونه باعث مسائل مختلفی بشه، همون جوری که برخی از نهادهای بین المللی و یا گروه ها حتی شکایاتی رو هم به دولت آمریکا بردن که اینها میتونه باعث تحریم دولت ایران یا صدا و سیمای جمهوری است. اقدامات قانونی اگر یک شرکتی، فردی، گروهی این کار رو انجام بده، خب میتونه بیشتر مؤثر باشه چون دولتی هست که مسئول هست و این ماجرا رو حل میکنه. ولی وقتی که یک دولت بیاد و به شکل خیلی عمومی، نه روی یک ساتلایت، نه روی یک جهت، بیاد به صورت عمومی این کار رو انجام بده، طبیعتاً خب میتونه باعث مشکلات بیشتری بشه. به عنوان مثال شکایت به ITU که یک سازمانی هست برای تنظیم مقررات ساتلایتی و حتی اخیراً من هم امروز دیدم که نفتی از آمریکا هم یک شکایتی رو به دولت بایدن برده که صدا و سیما رو تحریم بکنه. و اگر این موضوع انجام بشه، خب صدا و سیما هم داره از ساتلایت های بین‌المللی استفاده میکنه، به عنوان مثال از اینتلسات استفاده میکنه، از عربسات استفاده میکنه، نمیتونه بیاد و همون ساتلایت ها رو جمع کنه، نمیتونه بیاد هاتبرد از یک طرف از اطراف کرج بزنه به صورت مستقیم و از طرف دیگه هم خب روی اون سرویس داشته باشه. در تماسای امروز ما با شرکت های همکارمون به عنوان مثال یوتلسات، خب من شنیدم که اونا هم امکاناتی دارن، به هر حال ترک میکنن، شرکت ما هم این کار انجام داده و مکان ارسال پارازیت مشخص هست، این چیزی نیست که پوشیده باشه به شرکت هایی که دارن ارائه سرویس میکنن و در نتیجه هم خب این اسناد و مدارک میره برای مراجع قضایی و میره برای اتحادیه‌ها، برای جاهای مثل ITU و در نتیجه با ادامه این موضوع خب باعث قطعی سرویس ها میشه. و اگر این موضوع انجام بشه، قطعی سرویس ها فقط مربوط به تلویزیون های صدا و سیما نیست، مربوط میشه به بانک ها، سیستم هایی که در جاهای مختلف هم کل کشور که فایبر اپتیک کشیده نشد، سیستم های ارتباط زمینی نیست و ایران هم کشور گسترده یه شهرهای خیلی زیادی داره. در نتیجه خب باعث میشه که مشکلات بزرگتری برای کشور ایجاد بشه و عامل این مشکلاتی که میتونه در آینده ایجاد بشه خب خود دولت ایرانه. جمعینگ ماهواره به صورت مستقیم یک کار کاملا غیرقانونیه، یک کاریه که حالا حتی ارسال پارازیت های محلی هم به حال اثبات شده خیلی مضره، باعث انواع و اقسام بیماری ها، سرطان و مسائل مختلف میشه، ولی اون داخل کشوره. داخل کشور خب خودشون قانون میذارن، اجرا میکنن یا نمیکنن، این قانونی غیر قانونی. من حالا حقوقدان نیستم که در ایران بدونم شرایط چجوریه، ولی جمعینگ ماهواره های دیگر به صورت مستقیم خب 100% کار غیر قانونیه، کار نادرستیه، نه برای اعتبار یک کشور خوبه، حالا حتی یک شرکت، ولی خب این کار داره متاسفانه انجام میشه و در نتیجه عواقبی هم بدون شک خواهد داشت. ولی چه پارازیت محلی چه پارازیت مستقیم، راه حل های فنی هم داره که همونطوری که بهتون گفتم خب ما این راه حل ها رو به کار گرفتیم، شرکت های دیگر هم به کار میگیرن و در نتیجه نمیشه با وضع پیشرفت تکنولوژی فعلی این موضوع رو استوب کرد و این موضوع رو کامل بگیم خب الان ما مشکل رو حل کردیم، این ماهواره ای رو مثلا زدیم و این مشکل حل شد. برگردیم به خیزش سراسری در ایران که همچنان سرخط اخبار بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی است، از جمله رسانه‌های آمریکایی. آرش علایی با جزئیات بیشتر. روز سه‌شنبه اخبار مربوط به اعتراضات و خیزش مردم ایران در صدر اخبار بین‌المللی بود در آمریکا. چند تا از مطبوعات حتی مقاله‌های متعددی نوشتن در طول 24 ساعت گذشته
از جمله واشنگتن پست مقاله ای نوشت و گفت در حالی که علی خامنه ای تقصیر اعتراضات رو گردن امریکا و اسرائیل میاندازد، خشم عمومی رو نادیده میگیره. واشنگتن پست مقاله دیگری هم زد و گفت حاکم ایران اکنون با یک دشمن بزرگ و بسیار قوی روبرو شده، دختران دانش آموز، و به تفصیل اشاره کرد که دختران دانش آموز در چند روز اخیر در ایران حجاب خودشون رو برداشتن و در کلاس ها و بیرون از کلاس ها شعار میدن علیه علی خامنه ای. بحث در ایالات متحده بر سر سیاست دولت بایدن در قبال اعتراضات هم ادامه دارد. واشنگتن اگزامینر و فاکس نیوز در تحلیل های رفتار دولت بایدن رو محتاطانه ارزیابی کردند و گفتن دولت بایدن همون اشتباهی رو داره میکنه که دولت اوباما در سال 2009 و در جریان شورش های سال 1388 انجام داد، برای اینکه ایران رو بکشونه به یک توافق اتمی خیلی محتاطانه برخورد میکنه با اعتراضات در ایران. از اون طرف هم نشریات نزدیک به دموکرات ها مقاله های متعددی روز سه‌شنبه نوشتن در مورد بستن اینترنت توسط جمهوری اسلامی و اینکه دولت آمریکا چگونه میتواند به فعالین اینترنتی در ایران کمک کنه و به چرخش آزاد اطلاعات در ایران. از جمله سی ان ان مقاله ای زده بود دولت بایدن میگوید که به فعالان اینترنتی در ایران کمک میکند، اما فعالان اینترنتی میگویند این کمک ها بسیار کم و بسیار دیر هست. شبکه سی بی اس هم در 75 سالگی تاسیس سازمان سی آی ای مصاحبه ای انجام داد با ویلیام برنز رئیس این سازمان، در بخشی از اون راجب اینترنت ماهواره ای پرسید و آقای برنز هم به طور اخص پاسخ نداد که آیا دولت آمریکا قرار است از طرح ماهواره استارلینک در ایران حمایت بکنه یا خیر. آرش علایی، ساختمان کنگره آمریکا. بله، همزمان مقامات آمریکایی بار دیگر بر عزم ایالات متحده برای اعمال هزینه‌های سنگین بر جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب خشونتبار معترضان در ایران تاکید کردند. کارین ژان پیر سخنگوی کاخ سفید گفته واشنگتن به تحمیل هزینه‌های بیشتر علیه عاملان سرکوب اعتراضات در ایران ادامه خواهد داد. او میگوید ما برای حمایت از ایرانیان اقداماتی مانند تسهیل دسترسی مردم به اینترنت و مسئول دانستن مقام‌های جمهوری اسلامی را اتخاذ می‌خواهیم کرد. دانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم با ابراز نگرانی شدید از تشدید برخورد جمهوری اسلامی علیه معترضان و دانشجویان مسالمت جو تاکید کرد ما به اعمال هزینه‌های بیشتر علیه سرکوبگران اعتراضات در ایران ادامه خواهیم داد. همچنین کاملا هریس معاون اول جو بایدن هم به مواجهه معترضان مسالمت جو در ایران از جمله زنان و دانشجویان شجاع با سرکوب خشونتبار حکومت اشاره کرد و گفت در کنار آنها میستیم چون معترضان در ایران خواهان حقوق برابر و کرامت انسانی اند. ویلیام برنز رئیس CIA در گفتگو با شبکه CBS با ستایش از شجاعت معترضان ایرانی گفته در شرایطی که جمهوری اسلامی دسترسی مردم به اینترنت را قطع کرده، ایالات متحده متعهد به حمایت از جریان آزاد اطلاعات است. احسان نادرپور روزنامه‌نگار از استانبول همراه ما میشن برای بررسی همین تصمیم‌ها. بعد از کانادا داریم می‌بینیم که آمریکا و اروپا هم قصد دارن که تحریم‌هایی رو علیه جمهوری اسلامی و مقاماتش در واقع اعمال بکنن. شما چقدر برگزاری تجمعات جهانی ایرانیان و حمایت‌های گسترده رو مؤثر می‌دونید در اتخاذ چنین تصمیماتی و چقدر میشه انتظار داشت در صورت تداوم این حمایت‌های جهانی جمهوری اسلامی بیشتر در تنگنا قرار بگیره؟ جمهوری اسلامی که در تنگنا هستش الان با توجه به اینکه مردم در خیابون ها هستن، ولی اینکه کشورهای غربی، آمریکا، اروپا بخوام با تحریم این حمایت خودشون از مردم ایران نشون بدن، فکر نکنم کار مناسبی باشه. تحریم رو قبلا امتحان کردن. حالا درسته که حالا یک واکنشی نشون دادن با توجه به اعتراضاتی که توی 150 شهر دنیا اتفاق افتاد، میتونیم بگیم که اوکی این میتونه یک واکنش باشه به اون اتفاق، ولی الان مردم ایران تحریم چیزی نیست که نیاز دارن. باید واکنش جدی‌تری نشون داده بشه. اینکه مثلا فرانسه بیاد بگه که ما پیشنهاد دادیم به اتحادیه اروپا که تحریم‌ها رو بیشتر کنه، دستشون درد نکنه، ولی اینکه آقای
رئیس جمهور فرانسه آقای مکرون میاد دست تو دست ابراهیم رئیسی لبخند میزنه و عکس میگیره، این چیز مهمتریه. اینو مردم ایران نمیخوان. اینکه شما توی پشت صحنه بخواید مذاکره کنید با جمهوری اسلامی، بده بستون داشته باشید، ولی بخواید با یک تحریمی که حالا معلوم نیست هنوز چه اتفاقی افتاده و چه تحریم قرار صورت بگیره اونو رفع و رجوع کنید، مردم ایران متوجه این میشن و چیزی نیستش که بخوایم بگیم که اوکی این تحریم ها تونسته مردم ایران کمک کنه. نه، مردم ایران چیز بیشتری میخوان. اموال جمهوری اسلامی میخوان مصادره بشه در کشورشون، میخوان که سفیرها رو باز بخونن و به کشور خودشون برگردونن، میخوان که حمایت جدیتری از مردم ایران بشه، همونطور که تو آلبانی اتفاق افتاد و گفتن که ما با ایران آزاد دیگه ارتباطمون رو برقرار میکنیم. این اتفاق باید در تمام کشورهای اروپایی و در آمریکا بیفته به نظر من و به نظر مردم ایران که تو خیابونها سالها شعار میدادن که اوباما اوباما یا با اونا یا با ما، و الان هم داره دوباره تکرار میشه در دولت آقای بایدن. اعتراضات هم قطعا تاثیر داره توی شهرهای مختلف دنیا و با توجه به اتفاقاتی که افتاده به نظرم تداوم این اعتراضات در شهرها میتونه که نتایج بهتری داشته باشه. مردم باید صداشون به دولت مردای اون کشورها به بعد رسانه ها هم تحت شعاع قرار. بله، و شما فکر میکنید که فشارهای بین المللی، در واقع افزایش فشارهای بین المللی و افکار عمومی چقدر میتونه روی رفتار جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه؟ زیاد امیدوار نباشیم به این بخشی حالا تاثیر خواهد داشت در جمهوری اسلامی یا نه، چون اگه داشته این سالها و اون تحریمایی که اتفاق افتاد تاثیرش رو نشون میداد، شاید یک تاثیر بلند مدت اقتصادی داشته باشه، ولی واکنش شدیدتری که میتونه صورت بگیره اون تاثیر خودش رو نشون میده. جمهوری اسلامی باید منزوی بشه، باید هزینه خونهایی که ریخته شده رو یه جوری پرداخت کنه. این روش به نظر من روش درستی نیست که صرفاً به تحریم قانع بشن کشورهای مختلف. سالی که آقای حامد اسماعیلیون هزینه داد و خانواده‌اش از دست داد و تلاش میکرد علیه جمهوری اسلامی فعالیت کنه، یه عده میگفتن که ایشون یه داغی دیده و میخواد حالا هزینه‌شو همه مردم بدن. الان همه مردم ایران داغ دیدن توی این مدت و چیز بیشتری میخوان از قهر. سپاسگزارم از توضیحات شما. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار استانبول. ممنون که همراه ایران اینترنشنال هستید با پوشش ویژه خبری خیزش سراسری مردم در ایران. تا چند دقیقه دیگه برمیگردیم با ادامه اخبار مرتبط با اعتراضات ایران و جهان به صورت لحظه به لحظه. ممنون که بیننده پوشش ویژه ایران اینترنشنال از خیزش سراسری مردم در ایران هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها تا به این لحظه. دانشجویان، خیزش دانشجویان علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. ارسال پارازیت مداری بر روی امواج تلویزیون‌های ماهواره‌ای از سوی جمهوری اسلامی. ایران اینترنشنال در بیانیه‌ای هشدار داد این رفتار خلاف قوانین بین‌المللی است. تأکید آمریکا بر اعمال هزینه‌های سنگین علیه سرکوبگران اعتراضات ایران. رئیس سازمان سیا می‌گوید ایالات متحده متعهد به حمایت از جریان آزاد اطلاعات است. 1000 روز از سرنگونی پرواز اوکراینی توسط دست کم 2 موشک سپاه پاسداران گذشت و خانواده جانباختگان این پرواز همچنان برای دادخواهی عزیزان خود و روشن شدن حقیقت تلاش می‌کنند. مهسا مرتضوی که در اتاوا کانادا با تجمع تعدادی از خانواده‌ها همراه بود در همین زمینه گزارش می‌دهد. 1000 روز از سرنگونی پرواز PS752 توسط دست کم 2 موشک سپاه پاسداران گذشته. خانواده های 176 قربانی این پرواز همچنان به دنبال دادخواهی و روشن شدن حقیقت هستند. از 176 مسافری که در این هواپیما به سمت اوکراین برخواسته بودند، 138 نفر به مقصد کانادا پرواز کرده بودند. 55 شهروند کانادایی و 88 نفر دیگر که با پیوندهای نزدیک با کانادا
کانادا بودند، در این هواپیما بودند، چیزی که این پرونده رو به پرونده بسیار مهم در دولت کانادا تبدیل کرده. در مدت 33 ماه گذشته خواسته های خانواده های پرواز از دولت کانادا یکسان بوده. 4 خواسته اصلی: بردن پرونده به دادگاه بین المللی لاهه، قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی، تشکیل پرونده جنایی داخلی توسط پلیس کانادا و بردن این پرونده به سازمان هوانوردی بین المللی، کارهایی که تا به حال یا به صورت کامل انجام نشده یا اصلا شروع نشده. در لیست تحریم های دولت کانادا دیروز طی جلسه‌ای که با خانواده های جانباختگان داشتند، 25 نفر و 9 نهاد قرار گرفتن، چیزی که به نظر خانواده های جانباختگان همچنان کافی نیست. امروز در تجمعی که تشکیل شد، حدود 1 کیلومتر پیاده روی انجام شد. صدها نفر از ایرانیان ساکن اتاوا و شهرهای اطراف به این راهپیمایی پیوستند. با توجه به اینکه این راهپیمایی در وسط هفته انجام شده، روز کاری هست، اما با این حال تعداد زیادی شرکت کردند. از وزرای کابینه دولت کانادا، همچنین معاون نخست وزیر کانادا در این تجمع شرکت کردند. همدلی خودشون را همزمان با خانواده های پرواز PS752 و همچنین با مردم ایران و خیزش سراسری ایران اعلام کردند و اعلام کردند در کنار خانواده های پرواز خواهند موند تا احقاق حق بکنن و عدالت خواهی برای اونها برقرار بشه. پشت سر من جمعیتی هستند که سوال های نهایی خودشون را از سخنگوی انجمن دادخواهی میپرسند، حامد اسماعیلیون، و این تجمع یک بار دیگه به دولت کانادا یادآوری میکنه که این پرونده دادخواهی همچنان روی میز هست و دولت کانادا نیاز داره اقدامات بیشتری انجام بده. بله، بریم و تعدادی از پیام‌های صوتی شما رو بشنویم که برای ما از اعتراضات سراسری در ایران روایت می‌کنید. سلام، وقتتون بخیر. من دیروز از تئاتر شهر به سمت دانشگاه که میرفتم، اینه که توی پیاده رو موتور سوارشون حمله میکردن، اینجوری من رو انداختن توی باغچه تا تونستن زدن. به غیر از من خیلی خانمای دیگر رو حتی توی صورتشون میزدن و خیلی بد برخورد میکردن. بدتر از همه این که وقتی ما جلوی دانشگاه جمع شدیم، به همون حمله میکردن، گازاشگاه بر میزدن، از این تفنگای ساچمه‌ای استفاده میکردن یا با این تفنگای پینتبول برمون علامت میذاشتن، بعد بهمون حمله میکردن، خیلی از بچه ها رو گرفتن. بعد موتور سوارشون حتی خانوما رو بین خودشون سوار میکردن، یعنی روی موتور یه دونه از همین نیروهای سرکوبگر بودن جلو، بعد اون دختر رو میذاشتن، بعد خودشون یکی دیگه پشتش میشست و خیلی بدم میبردنشون، خیلی بد میریختن سرشون میزدن. به غیر از اینکه حالا این اشکال بود، بعد کیفامون رو میگشتن، گوشیامون رو پاک میکردن. بعد بدتر از همه اینا این بود که وقتی من قدرت راه رفتن دیگه نداشتم، موقعی که جلوی خود دانشگاه، یعنی سر خیابون دانشگاه، من از درد نشسته بودم، یکیشون اومده بود، یه لباس شخصی بود که سر تا پا مشکی پوشیده بود، مایه جوگندمی، ریش جوگندمی. بعد این آدم اومد به من گفتش که به من گفتن تو رو باید ببرم. همینجوری دوباره برای بار دوم اومد کیف منو گشت و من خب چون تو کادر درمان هستم یه سری وسایل برده بودم، بعد به وسایل توی کیف من گیر داد که چرا اینا این شکلیه. بعد برداشت کارتای منو در آورد، حسابای بانکیمو نگاه کرد، بعد برداشت شروع کرد توی برنامه تاپ من میخواست به کارت خودش جابجا کنه. بعد از این تازه من همون موقع برگشتم بهش گفتم که عموهای من همکار شما هستن، تا اینو گفتم سری کارتای منو پس داد. میخواستم بگم که به غیر از این که میزنن، دزدی هم میکنن. ضمن خسته نباشید آی پدر ها، آی مادر ها، امروز وقتی گفتن نه، نرو، نمیشه، نمیخوام نیست. شما خودتونم حداقل کاری که میتونین بکنین، تو خونه که نشستید یه چوب گرد و 20 تا میخ 10 تا میخ از دورش بزنید، برای زمانی که موتور سوارا میان حمله میخوان بکنن بچه های ما، سر راه اونا برسیم. خیلی ساده، اینا رو درست کنید.
دخترکان زیباروی ایران زمین تو ساکشون، تو کیپشون 20 تا 30 تا از اینا رو داشته باشن، به مزدی که موتور سوارا میان کوچه باز کنین، سر راشون بریزین. بهترین کار ما کردیم تو منطقمون، موفق شدیم، زمینگیرشون کردیم، شما هم بکنین. انشالله پیروزی نزدیک است. متشکرم. این پیام رو از قلب ایران، از کف خیابونا براتون میفرستم و از همه مردم دعوت میکنم تا به بار نشستن این قیام در کف خیابونا حضور داشته باشید. شک نکنید، مقابل ما شیاطین هستن و چون ما با دست خالی و با شرف و غیرتمون داریم با دست خالی میجنگیم، این شیاطین بزدل حقیرتر از اونی هن که بخوام با ما مردم به جنگن. همه کف خیامون، فقط هموطن، فراموش نکن، هر روز تهران، شهرهای دیگه، هر رسی 6 بعد از ظهر کف خیابون باش. کف خیابون هم کجا؟ جایی که فراخوان داده شده، خیابونا و محلهایی که محل اعتراضات هست باش. از هیچی نترسید، پشت هم که باشیم هیچ کی نمیتونه حریف مردم بشه. سلام خدمت شبکه خوب ایران اینترنشنال و مردم عزیز و غیور ایران عزیزم. دولت ما هزینه خیلی بالایی پرداخت کرد که اینا رو سرکوب کنه مردممونو و خستگی موند واسش. هزینه این کاری که انجام داده خستگی و روز به روز پس رفتشه، ولی مردم ما روز به روز دارن میان تو صحنه، هزینه میکنن، دانشگاه نمیرن، کار نمیکنن و روز به روز داره شیرین‌تر میشه واسه مردممون و این نشون میده که هیچ وقت مردممون عقب نشینی نمیکنن، چون هر روز داره زیباتر میشه و کسی باید عقب نشینی کنه که هر روز حس بدتری داره بهش دست میده. بر همونطور که حتما در سمت چپ بالای تصویر دیدید، علاوه بر نمایش دفعات استفاده از هشتگ مهسا امینی، بارکدهای کانال تلگرام و گوگل فروم ما هم هست. شماره تلفن ما در تلگرام و واتساپ هم هست، 20447873000. حتما برای ما پیغام های صوتی خودتون رو و اطلاعات ارزنده ای که از پیرامون خودتون میبینید ارسال کنید و به ما منتقل کنید. اما در ادامه حمایت هنرمندان و چهره های سرشناس، ابی خواننده محبوب و پیشکسوت ایرانی آخرین کنسرت خود در لس آنجلس رو به مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران تقدیم کرد. ایشون در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال از دیگر هنرمندان خواست تا صحنه های هنری را به محل اعتراض به جمهوری اسلامی تبدیل کنند. با این همبستگی ها و با این پیوستگی ها میتونیم نقطه کمکی باشیم به کسانی که، جوانانی که در ایران بدون هیچی، دست خالی، ببخشید این کلمه رو بگم، جلوی گلوله نامردان میستن. در این بره از زمان واقعا هنرمند ها میتونن نقش همبستگی رو، نقش با هم بودن و نقش اتحاد داشتن رو هرچه بیشتر و بیشتر و بیشتر روشن کنن، که بتونیم توسط این صدا، توسط این میکروفون صدامونو به اونا برسونیم که ما نگران شما هستیم، ما هر کاری از دستمون برمیاد برای به ثمر رسیدن این جنبش انجام میدیم. زن، زندگی، آزادی. شما در زمان انقلاب 57 عضوی از نسل جوانی بودید که انقلاب کرد، نسلی که آرمانهای اون روزها رو در سر داشت و شما هم خوب به خاطر میارید. نسل جوان امروزی رو چطور ارزیابی میکنید؟ چه تفاوتی میکنه با نسل دوران جوانی شما؟ جوانهای مثل من بسیار راحت زندگی میکردن در سلامت کامل و واقعا به خدا هیچ تعریفی نیست. من همیشه قصه اون یک لحظه زندگی اون زمان رو میخورم. فکر میکنم جوانهای ما هم الان در حال حاضر به دنبال جوانی بنده میگردن در تهران. خستگی با یه خرجین قدیمی قشنگ
با تو نه سبز نه آینه بود نه آب یه تبر بود با تو با احرام سر. هم خواهش کنم ازتون یک دقیقه سکوت داشته باشیم برای مهسا و مهساهای دیگر. یک دقیقه. نقش زنان در جنبش آزادی خواهی ایران این روزها رو چگونه میبینید؟ من فکر میکنم ایستادگی خانوم ها تا این لحظه تا از هفته پیش با عصبانی این گرده همایی سراسری یا اعتراض سراسری شده. همه سپاسگزار خانوم ها هستن، همه زنده باشن. ببخشید این کلمه رو میگم، از شر این سلسله منحوس و باید راحت بشیم. اینها باید برگردن به جایی که ازش اومدن. اینها از قعر جهنم و از قعر تاریکی اومدن و میخوان مردم کشور من رو، مردم ما رو به اونجا که خودشون تعلق دارن ببرن. ایران احتیاج داره به فکر نو، به حرکت نو، به یک حرکت زیبا که وارد دوباره وارد جهان امروزی بشه و این کار فقط از دست جوان ها برمیاد. بله، تا چند دقیقه دیگه با ادامه پوشش ویژه خبری برمیگردیم، با ما باشید. بیننده و شنونده پوشش ویژه ایران اینترنشنال از خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی هستید. با من ریحان فلاح. نگاهی به سرخط خبرها. ادامه خیزش سراسری دانشجویان ایران علیه جمهوری اسلامی. اعتراض‌های ضد حکومتی دانش آموزان کشور هم گسترش یافته. بازتاب گسترده کشته شدن و ربودن پیکر نیکا شاکرمی در رسانه‌های اجتماعی. نهادهای حکومتی برای تحریف و توجیه قتل این نوجوان هم دست به کار شدند. پارازیت کم سابقه جمهوری اسلامی روی امواج شبکه‌های ماهواره‌ای. ایران اینترنشنال اعلام کرد نقض آشکار معاهدات جهانی را از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری می‌کند. و ادامه حمایت گسترده شخصیت‌ها و نهادهای جهانی با خیزش سراسری ایرانیان. نمایندگان پارلمان‌های اروپایی با معترضان ایران ابراز همدردی کردند. Et toute la jeunesse d'Iran, dont il faut admirer l'incroyable courage, exprime leur soif de liberté. این پوشش ویژه خبری خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی است. بخش ویژه‌ای که این روزها ادامه خواهد داشت و ما اخبار حضور اعتراضی مردم در نقاط مختلف ایران و دیگر کشورها را لحظه به لحظه پوشش می‌دهیم. در سومین هفته از خیزش جهانی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی دیروز هم تجمعات اعتراضی از مدرسه و دانشگاه تا خیابان‌ها ادامه داشت. دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با ترک کلاس‌ها و تجمع و تعصن به ضرب و شتم و بازداشت دانشجویان دانشگاه شریف و شرایط امنیتی و سیاسی حاکم بر کشور اعتراض کردند. دانشجویان معترض در مشهد، در دانشگاه‌های فردوسی و امام رضا، در تهران، در دانشگاه‌های تهران، الزهرا، بهشتی، تربیت مدرس و شماری دیگر از مراکز آموزشی و دانشگاه‌های تبریز، یزد، قم، دامغان، بیرجند، سنندج، بوشهر و ریرشت از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.
دانشجویان معترض در دانشگاه فردوسی مشهد در گرد همایی بزرگی خیزش سراسری و اعتراضی را شروع انقلاب توصیف کردند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. در دانشگاه یزد هم دانشجویان معترض گرد هم جمع شدند، علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. دانشجویان معترض دانشگاه الزهرای تهران در چهارمین روز اعتصاب سراسری دانشگاه‌ها از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. در تبریز هم با وجود فضای امنیتی و بازداشت شماری از دانشجویان، تجمع اعتراضی در محوطه دانشگاه ادامه داشت. گروهی از شهروندان تبریزی هم در حمایت از دانشجویان مقابل در ورودی همین دانشگاه تجمع کردند. همکارم لیلا سعادتی اینجاست برای بررسی همین اعتراضات گسترده‌ای که دیروز در چندین واحد آموزشی و دانشگاهی در سراسر کشور برگزار شد. چه جزئیاتی داشت؟ می‌دونیم که به هر این هفته سومین هفته‌ای هستش که اعتراض‌ها و خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی شروع شده، با کشته شدن مهسا امینی شروع شد و همچنین ادامه پیدا کرده. سوم هفته، یعنی خیلی زمان طولانی هم هست و همیشه هم دانشگاه ها، یعنی شاید مثلا نزدیک 40 دانشگاه در همین سه هفته دست به اعتراض زدن، تجمع کردن، مورد خشونت قرار گرفتن، دستگیری های زیادی براشون رخ داده، همچنین یعنی کلاس ها را تحریم کردن، بعضی مواقع استادان اومدن با اونا پیوستن، بعضی مواقع استادان روبرون قرار گرفتن. اما دیگه ما میبینیم که همونچی که توی تصاویر داشتیم، دانشگاه زیادی دوباره دیروز هم اعتراض کردن، تجمع کردن و شعارهای مقدار دیگه تغییر کرده. شعاری که دیروز در واقع خیلی به چشم اومد این بودش که دیگه این اعتراض نیست بلکه انقلاب تو راهه، یا اینکه عدالت، آزادی، حجاب اختیاری. اینا شعارهایی هستش که دیروز به ویژه در دانشگاه در واقع شروع شده میشنویم. اما فقط دانشگاه ها نبودن، دیشب هم ما میدونیم که به هر اینترنت قطع، یعنی همون موقع دیشب، یعنی نصف شب اینترنت قطع، مردم ممکنه تصاویری بگیرن نتونن برام بفرستن به خاطر همین موضوع اینترنت، ولی تصاویری که به دست ما رسید این هستش که دیشب هم در بعضی از شهر و مردم اعتراض خودشون رو با به صدا در آوردن بوق ماشین ها و ممتد بودن بوق ماشین ها نشون دادن، همچنین از بلند مرتبه ها، همچنین از پنجره هاشون، پشت بام هاشون شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادن. تصاویر داریم که میتونیم الان ببینیم اونا رو. ماشاءالله.
یزد، اعتراضات سراسری. لیلا، مدارس داریم میبینیم که چقدر شجاعانه و قوی وارد شدن و پیوستن به اعتراضات سراسری. آره این از شنبه که دیگه مدارس عملا دیگه بازگشایی شد، چون هفته پیش خیلی تقلق بود. ما دیدیم که روز به روز بر تعداد مدارس، دبیرستان و هنرستان و چه پسرانه چه دخترانه در شهرهای مختلف اضافه شده. الان مثلا بیش از 10 شهر الان مدارس هستن. حالا تصاویری که به دست ما میرسه میبینیم که دانش آموزان چه در درون مدارس چه در بیرون مدارس معناهاشون رو در آوردن، شعار میدن، با هم سروده برای شروین رو با هم دیگه میخونن. حساب توییتر 1500 تاسی تصویر خیلی جالبی رو منتشر کرده از اینکه مسئولان مدارس، مدیران و معاونان مدارس برای اینکه جلوی اعتراض دانش آموزان رو بگیرن از یک بسیجی دعوت میکنن که بیاد و برای دانش آموزا سخنرانی بکنه، ولی بعد میبینیم که همون دانش آموزا به بسیجی میگن که بره از مدرسه بیرون و بره گم شه در واقع. ولی این اولین بار هم نیست، یعنی اون شجاعتی که تو داری میگی، ما قبلا هم مثلا چند روز پیش هم دیدیم که مثلا یکی از مقامات مثلا مدرسه رو آموزش پرورش که اومده بود اونجا اونارو آروم بکنه از مدرسه بیرون کردن. با هم تصویر رو ببینیم و تصاویر دیگر.
بله لیلا، هر روز داره میبینیم که دانش آموزان در مدارس اقدامات جدیدی رو در واقع از خودشون نشون میدن، ابتکارات جالب و جدیدی دارن و الهام بخش حرکاتشون. دقیقا و خیلی شجاعانه، یعنی این فقط یعنی در واقع مربوط به بچهای دبیرستان دخترها نمیشه که مغناشون رو در میارن و با موهای خیلی زیبا و بلند در واقع وای میستن و روی تخت سیاه میشن از زن زندگی آزادی. ما یک در واقع تصاویر رو میگیریم از که کاملا زنانه است، از دختران و زنانی که در خیابان‌ها در واقع روسریاشون رو برداشتن دارن راه میرن توی پیاده روها در خیابان‌ها، در بازار میرن کار روزمره‌شون رو انجام میدن، اصلا بعضیشون اصلا ممکنه مانتو هم نداشته باشن. در واقع کاملا یک اکت و یک عمل در واقع اعتراضی و زنانه است. و همچنین این روسری‌ها که برمی‌دارن و آتش میزنن یا دور در واقع اون آتیشی که هست میرقصن، ما اینا رو اسمشون رو گذاشتیم، شاید اینجا ایران اینترنشنال گذاشتیم انگیزشی، که خیلی هم کلمه درستی هم هست. میخوای الان ببینیم یه سری تصاویر که شهروندا برامون فرستادن. ببینیم. داتو رو دارن آتیش میزنن. اهواز 12 مهر. لیلا از اعتصاب ها چه خبر؟ به ما میدونیم که هفته، یعنی سه هفته پیش، یعنی هفته اولی که اون اعتراض ها شروع شد اعتصاب ها هم شروع شد، یعنی به ویژه از مناطق کردنشین اعتصاب ها شروع شد. بازاری ها و کسب مغازاشون رو بستن. بعد دیدیم که به برخی از شهرها هم سرایت پیدا کرد. دیروز هم ما دیدیم که در اصفهان به ویژه در خیابان شریعتی که خیلی بازار بزرگی هم هست، کسب مغازه رو بسته بودن و اعتصاب کردن. امروز هم خبرهایی که داره میرسه حداقل در چندین شهر به ویژه اصفهان و جهرم کسب ها مغازاشون رو بستن و اعتصاب شروع شده. این موضوعی هستش که تو این چند هفته اخیر در واقع فعالان مدنی و همچنین بسیاری از بازاریان در مورد صحبت می‌کردن که باید اعتصاب ادامه پیدا بکنه. من فکر می‌کنم که شاید ممکنه که در ساعت آینده تصاویر بیشتری از اعتصاب بقیه شهرها به دستمون برسه. امروز صبح که جهرم و اصفهان در واقع مغازه‌دارا به اعتصاب کنندگان پیوستن، می‌تونیم تصاویرش رو الان با هم ببینیم. اینجا جهرم 13/7/1401 میبینید که همه کسب اعتصاب کردن، هیچ جا باز نیست. ساعت 10 صبح. امروز چهارشنبه 13 مهر تمام مغازه‌های اصفهان اعتصاب کردن، هیچ مغازه‌ای باز نیست، حتی مارکت ها هم اکثرا بستن، خیلی کم بازن. به امید آزادی. خب رحمه، من میخوام یعنی قبل از که اعتراض کنم با بینندگان دوباره یه صحبتی بکنم. موضوع این هستش که به هر حال بینندگان ما، مخاطبان ما هر روز صداهای زیادی رو برای ما میفرستن، نظرات خودشون و پیشنهادات خودشون رو در مورد اعتراض ها، در مورد اعتصاب ها و شرایط موجود به ما میگن، با ما صحبت میکنن، بعضی وقتا درد و دل میکنن، در واقع با هم صحبت میکنن. دقیقاً به نوعی دقیقاً. من میخوام بگم که اگه به ویژه برای اینترنت که خیلی ضعیف است و قطع بعضی وقتا و ممکنه تصاویری برامون نتونن بفرستن، من می‌خواستم از بیننده‌ها بخوام که حتما اگه تجربه خاصی از اعتراضا دارن یا شرکت میکنن یا در بیرون شاهد در واقع کاری هستن به ویژه از نیروهای امنیتی چیزی میبینن، حتما برن در خونه بشنن در کمال امنیت و این صداها رو برام روایت بکنن، بنویسن و بخونن و صداشون رو برام بفرستن. ما هر روز در واقع تعدادی از صدای مخاطبانمون رو در واقع پخش می‌کنیم، منتشر میکنیم که الان هم میتونیم چند تاشو بشنویم. سپاسگزارم از حضور در استودیو. ممنونم لیلا سعادتی.
در درجه اول تشکر میکنم از شبکه اینترنشنال که واقعا گل سرسبد همه کانالای خارج از کشور بودش، و در ادامه صحبتام میخوام به مسئله اعتصاب اشاره کنم و تغییر این استراتژی که بسیار مهم هست در حال حاضر. آنچه که در کردستان میگذره و اعتصاباتی که هر چند وقت به عمل میاد نتیجه تغییر استراتژی در مبارزات در کردستان است. از شما میخوام که تمام مردم ایران به خصوص شهرهای بزرگ مثل تهران، تبریز، مشهد، اصفهان و خوزستان و بقیه شهرهای بزرگ که حتما به این اعتصابا بپیوندن، و ازشون خواهش میکنم که گرچه که سخت هستش ولی کسب و کارشون رو تعطیل بکنن، حداقل با همکاری صنفی که با هم دارن، هر صنفی که هستش بتونن با هم همدلی داشته باشن و هر چند روز یک بار بتونن به این اعتصابا بپیوندن، بسیار عالی خواهد شد. و فقط مبارزات روی خیابون نباشه و حتما این اعتصابات هم مد نظرشون باشه. ممنون از شما. سلام ملت ایران، منتظر چی هستید؟ منتظری تا حکومت براتون تصمیم بگیره چی براتون آزاد باشه یا چی نباشه؟ خودتون به صورت خودجوش یک روزی رو اعلام کنید به عنوان روز آزادی حجاب برای قدم اول آزادی ایران در کنار زنها دوش به دوش. مگه چقدر زندان دارن؟ مگه چند نفر رو میتونن بازداشت کنن؟ مگه ایران چقدر ظرفیت زندان داره؟ تمام نیروهای بسیجی در حال ریزشن، نیروهای انتظامی، سرکوبگرا، ارتشیا دونه دونه دارن به مردم میپیوندن. سلام، من دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد اسلامشهر هستم. امروز ساعت 1:30 بودش که بچه ها توی صحن دانشگاه جمع شدن، شعارهای اعتراضی دادن، بعد یک عالمه نیروی بسیجی داخل بودن. اینا با همکاری حتما دانشگاه وارد شده بودن و مردم و دانشجوهای دیگهی که وارد شده بودن رو به صلح دعوت میکردن و میگفتن با گفتگو حلش میکنیم. خواستم بگم که من با چشم خودم دیدم عده بسیجی که نشسته بودن فقط دانشجو رو زیر نظر گرفته بودن، و وقتی از دانشگاه خارج شدیم، یعنی ما رو بیرون کردن از دانشگاه کنار فرمان دانشگاه اسلامشهر، فرماندهی بسیج هستش و فرماندهی کلن اسلامشهر، اونجا فرمانداری اسلامشهر هستش، عده از میتونم بگم 30-40 نفر از دانشجوها رو بردن داخل فرمانداری خیلی آروم و یواش. نشینید مردم، داریم جوون میدیم، داریم خون میدیم، نکنید این کارو، بذارید تموم شه. پرونده و جزئیات مرتبط با نحوه کشته شدن نیکا شاکرمی، نوجوان 17 ساله، با حساسیت ویژه و گسترده افکار عمومی مواجه شده. با این وجود و بر مبنای گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، خانواده نیکا برای اعتراف اجباری زیر فشارها و تهدیدهای امنیتی قرار گرفتند. بستگان نیکا شاکرمی تهدید شدند. در مصاحبه با رسانه‌های حکومتی باید تاکید کنند نیکا در تظاهرات حضور نداشته، در غیر این صورت خاله و دایی او هم قربانی خواهند شد. این دو عضو خانواده نیکا در جریان خبررسانی در روز مراسم خاکسپاری او بازداشت شدند. در حالی که نیکا چند دقیقه قبل از ناپدید شدن در 29 شهریور در تماس تلفنی به دوست خود گفته بود در تظاهرات اعتراضی بلوار کشاورز تهران حضور دارد و در حال فرار از دست ماموران است، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ادعا کرده او تظاهرات نبوده و از بلندای ساختمانی سقوط کرده و 8 نفر در این رابطه تسگیر شدند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی پیکر نیکا شاکرمی را از غسالخانه شهر خرم‌آباد رو بوده و مخفیانه در یکی از روستاهای اطراف شهر به خاک سپردند.
با وجود استقرار نیروهای امنیتی در محوطه گورستان خرم‌آباد و فضای امنیتی، شمار زیادی از مردم اندوهگین و خشمگین و خانواده نیکا کرمی در همین مراسم گرد هم جمع شدند. تازگی ویدیویی از نیکا شاکرمی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده که با همدلی گسترده کاربران مواجه شده و شهروندان بسیاری از کشته شدن این نوجوان ابراز تأسف و خشم می‌کنند. مریم دهگردی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از ترکیه همراه ما هستند. خانم دهگردی، در مورد نام نیکا شاکرمی بین ده ها معترضی که این روزها در خیابان‌های ایران کشته شدند بسیار مطرح شده و ابهامات زیادی درباره چگونگی قتل نیکا وجود داره، کمی بیشتر در این رابطه به ما توضیح بدید. بله، من ضمن تسلیت به خانواده شاهکرمی که میدونم بعد از کشته شدن نیکا علاوه بر اندوه در واقع از دست دادن او چه فشارهایی رو دارن تحمل میکنن، میخواستم خدمتتون بگم که نیکا یک دختر 17 ساله بود که به تایید گفته هایی که خالش آتش در گفتگو با رسانه ها گفت، با انگیزه و با قصد قبلی برای شرکت در تجمع 29 شهریور بلوار کشاورزی تهران از خونه خارج شد. اوراق شناساییش همراهش بود. تا یک ساعت پیش از اینکه مفقود بشه با دوستانش در تماس بود. به گواه افرادی که همراه او در تجمع حاضر بودند، روسریش رو در اون تجمع سوزونده بود، در صف اول تجمع حاضر بود و خیلی واضح و مسلم یکی از معترضان بود. بعد از مفقود شدنش هم خالش و سایر اعضای خانواده نسبت به گم شدنش اطلاع رسانی کردن در رسانه‌های اجتماعی. خیلی ها تصویر نیکا رو دیده بودن به عنوان کسی که مفقود شده. تمام در واقع جاهایی رو که ممکن بود اثری از نیکا پیدا بشه، خانواده در طول اون یک هفته‌ای که ازش بی‌خبر بودن گشته بودن. سه بار مشخصاً به کهریزک مراجعه کرده بودن و اونجا بهشون گفته شده بود که کسی با این مشخصات وجود نداره و در نهایت دیدیم که پیکر رو با چه شرایطی، با بینی شکسته، با جمجمه شکسته، با وجود آثار ضرب و جرح روی بدن به خانواده تحویل دادن. اجازه بررسی پیکر به خانواده داده نشد آنچنان که باید و شاید. بعد هم که پیکرش رو در واقع دزدیدن در یک محل دیگری بدون حضور خانواده دفن کردن و الان هم که شاهد هستیم دو تن از نزدیکان نیکا، دایی و خالش رو بازداشت کردن، تحت فشار قرار دادن خانواده. نه تنها خانواده رو، اونجوری که اطلاعاتی که به من در ایران وایر رسیده، خانواده نیکا فقط تحت فشار نیستن، تمامی افرادی که با خانواده در تماسن به شدت تحت فشار قرار گرفتن، حتی دوستان و آشنایان که به هیچ وجه در این مورد اطلاع رسانی نکنن و این در واقع پرونده پر ابهام مثل همه جنایت هایی که در طول 40 سال گذشته روش خاک پاشونده شده، جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه این رو هم به همون شکل مختوم اعلام بکنه. سپاسگزارم از شما مریم دهگردی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از ترکیه که درباره ابهامات در خصوص پرونده نیکا شاکرمی با ما همراه بود. همونطور که گفتید، همچنان اطلاعاتی که منتشر شده زد و نقیض و قابل تایید نیست و ابهام بسیاری در خصوص قتل این نوجوان 17 ساله وجود داره. متشکرم.
ممنون که همراه ایران اینترنشنال هستید. با پوشش ویژه خیزش سراسری مردم در ایران برمیگردیم با ادامه همین بخش خبری. لطفاً همراه ما بمونید و اگر در این خصوص نظری پیشنهادی دارید با شماره تلفن هایی که قبلا اعلام کردید برای ما پیغام صوتی بفرستید. سپاسگزارم. ممنون که بیننده پوشش ویژه ایران اینترنشنال از خیزش سراسری مردم در ایران هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه خیزش سراسری دانشجویان ایران علیه جمهوری اسلامی. اعتراض‌های ضد حکومتی دانش آموزان کشور هم گسترش پیدا کرده. بازتاب گسترده کشته شدن و روبودن پیکر نیکا شاکرمی در رسانه‌های اجتماعی. نهادهای حکومتی برای تحریف و توجیه قتل این نوجوان هم دست به کار شدند. پارازیت کم سابقه جمهوری اسلامی روی امواج شبکه‌های ماهواره‌ای. ایران اینترنشنال اعلام کرد نقض آشکار معاهدات جهانی را از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری می‌کند. و ادامه حمایت گسترده شخصیت‌ها و نهادهای جهانی با خیزش سراسری ایرانیان. نمایندگان پارلمان‌های اروپایی هم با معترضان ایران ابراز همدلی کردند. Et toute la jeunesse d'Iran, dont il faut admirer l'incroyable courage, exprime leur soif de liberté. شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال در بیانیه اعلام کرد جمهوری اسلامی در چند روز گذشته به ارسال پارازیت مداری بر ماهواره‌های مخابراتی اقدام کرده. پارازیت مداری به هدف قرار دادن ماهواره‌ای مخابراتی با امواجی گفته می‌شود که ارسال تصاویر و اطلاعات از ماهواره را با اختلال روبرو می‌کند. ارسال پارازیت مداری برخلاف قوانین بین‌المللی است و جمهوری اسلامی از سال 88 به این سو جز مواردی نادر دست به چنین اقدامی نزده بود. در بیانیه ایران اینترنشنال آمده پارازیت مداری که در روزهای گذشته ماهواره‌های مختلف و به ویژه یوتل سات را هدف قرار داده از محلی در نزدیکی کرج مخابره می‌شود. ایران اینترنشنال از طریق مراجع بین‌المللی در حال پیگیری نقض آشکار معاهدات و قوانین بین‌المللی درباره حق پخش ماهواره است. بینندگانی که در دریافت شبکه ایران اینترنشنال از طریق یوتل سات دچار مشکلند می‌توانند برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های دیگر از جمله ماهواره اکسپرس جهت یاست فرکانس 12594 عمودی دریافت کنند. پویا راد مدیر بخش خاورمیانه شرکت واید نتورکس در گفتگو با ایران اینترنشنال درباره همین اقدام جمهوری اسلامی توضیح داده. اخیراً شروع شده یک کاری تحت عنوان جمینگ مستقیم یا به عبارتی زدن مستقیم ماهواره هاست که کاریه که به صورت بین المللی غیر قانونیه. و نکته ای که جالبه اینه که خیلی از این ساتلایت هایی که الان مورد جمین قرار می گیرن مثل حالا یوتل سات، حالا یا اکسپرس و یا هاتبه، این ساتلایت ها سرویس دهنده هاش برخی از سرویس ها رو به خود آیرایبی هم ارائه میدن و این هم خب باعث میشه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی و این خب باعث میشه که تبعاتی رو طبیعتا در طولانی مدت برای آیرایبی داشته باشه. جمینگ مستقیم ماهواره ها طبیعتا میتونه باعث رجوع شرکت ها، حالا شرکت ما و شرکت های دیگر به مراجع قضایی بشه و همینطور اینکه میتونه باعث مسائل مختلفی بشه، همونجوری که برخی از نهادهای بین المللی و یا گروه ها حتی شکایاتی رو هم به دولت آمریکا بردن که اینها میتونه باعث تحریم دولت ایران یا صدا و سیمای جمهوری اسلامی بشه. اما همزمان با ادامه حمایت گسترده شخصیت‌های جهانی از خیزش سراسری ایرانیان، پارلمان‌های اروپایی هم با معترضان در ایران به ویژه زنان، مهسا امینی و دیگر کشته شدگان ابراز همدلی و همبستگی کردند. مجلس فرانسه دیروز جلسه خود را که با حضور نخست وزیر و هیئت دولت این کشور برگزار شد، به یاد مهسا امینی و با یک دقیقه سکوت آغاز کرد. Avant d'appeler l'examen des questions au gouvernement. خانم نخست وزیر، خانم ها و آقایان نماینده، همکاران. پیش از شروع جلسه میخوام یادی کنم از خانم مهسا امینی که در 16 سپتامبر در ایران به طرز وحشیانه بازداشت شد. چون چند تار موش از روسریش بیرون زده بود.
او حالا مرده است. از آن زمان زنها، مردها و تمام جوانهای ایران که باید برای شجاعتشان ستایش بشوند، فریاد آزادی سر می دهند. در حال حاضر صحبت کردن درباره قربانیانی که هر روز با سرکوب روبرو هستند و هر روز بر تعدادشون افزوده میشه، مهمتر از بررسی بودجه سالیان است که صبح دربارش در جلسه با رئیس جمهور گفتگو شد. به احترام زنان و مردانی که از 16 سپتامبر تا امروز جان خود را از دست دادن، خانم نخست وزیر، اعضای دولت و همکاران عزیز، یک دقیقه سکوت کنید. بله، اما این ابراز همدلی ها از سوی شخصیت های سیاسی، هنری، ورزشی جهان با خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. در یکی از تازه ترین موارد، جولیت بینوش، بازیگر سرشناس سینمای فرانسه، با حمایت از معترضان ایرانی به ویژه زنان، در ویدیویی در حساب اینستاگرام خود موهای خود را قیچی کرد. شماری دیگر از هنرمندان فرانسوی هم با این اقدام جولیت بینوش همراهی می کنند. از گلوی تو تا صدای ما بلا چا بلا چا بلا چا 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 میپریم از خواب یه شب مهتا یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این سعید بشیرتاش، تحلیلگر سیاسی، اینجا هستند در استودیو همراه ما. آقای بشیرتاش، خب به غیر از همراهی فوق‌العاده و بی‌نظیری که تا الان از روی چهره‌های سرشناس در همه ابعاد شاهدش بودیم، بعد از آلمان و فرانسه پارلمان اروپا هم ابراز همدلی کرده با مبارزات زنان در ایران، چقدر این حمایت‌ها مهمه و چقدر می‌تونیم منتظر نتایج مثبت اون باشیم؟ خب در مورد شخصیت‌ها که صحبت کردید واقعاً بی‌نظیره. موضوع این است که جمهوری اسلامی یک چهره بسیار زشتی رو از ایران به جهانیان ارائه می کرد، اما چیزی رو که ما الان از زنان ایرانی و مردان ایرانی که در کنار اونها دارن مبارزه میکنن، از انقلاب ایران میبینیم، زیباترین تصاویری است که جهانیان دارن میبینند و به شدت تحت تاثیر قرار گرفتن. این که در برابر این سیاهی مطلق جمهوری اسلامی یک جامعه قرار داره که دنیا رو تحت تاثیر قرار داده، پیشروترین مبارزاتی رو که الان در جهان داریم می‌بینیم همین انقلاب مردم ایرانه، همین مبارزات طبیعتاً تمام دنیا رو تحت تاثیر قرار داده. زنانی که در برابر سفاک‌ترین حکومت روسریاشون رو می‌سوزونن، می‌ذارن کنار، به مبارزه میرن، تو مبارزه خطر جانی رو می‌پذیرن، و مردانی که برای اونها و در کنار اونها، این زیباترین تصاویری که ما داریم می‌بینیم، هیچ کسی نیست که تحت تاثیر قرار نگیره. حتی سیاستمدارای کشوری غربی که صحبت از پارلمان ها کردید، من خودم نمایندگان پارلمان اروپا رو میشناسم که واقعا تحت تاثیر قرار گرفتن و با جان و دل این کار رو میکنن. طبیعتا تاثیرش بسیار زیاد خواهد بود. افکار عمومی غرب بدون شک با مردم ایران هستش و طبیعتا دولت هاش هم
هر چی بیشتر بگذره، ما اول یادمونه که شاهد این بودیم که چند روزی ساکت بود، حتی مکرون دیداری داشت با رئیسی و بعدش هم یواش یواش شروع کردن حمایت‌های لفظی. چقدر به مکرون نقد شد در خصوص همین دیدار. اما آقای بشیرتاش، شما این حمایت‌های گسترده خصوصا از طرف چهره‌های فرهنگی هنری و گرد همایی بزرگی که ایرانیان در سراسر جهان ترتیب دادند رو چقدر موثر می‌دونید در جلب این حمایت‌هایی که حالا از سوی مثلا پارلمان اروپا شاهدش هستیم؟ خب طبیعتاً بسیار تاثیرگذار بوده. ببینید ایرانیان مقیم خارج چندین میلیون نفر هستن، تظاهرات بسیار بزرگی کردن، اونها صدای ایرانیان رو رسوندن به افکار عمومی جهان و از طریق افکار عمومی جهان طبیعتاً دولت‌ها هم مجبور هستن بالاخره این رو بشنون. هر چی می‌گذره از ایران هستش و تمام به هر حال تلاش‌هایی هم که ایرانیان خارج می‌کنن بدون اون مبارزات بدون نتیجه نمی‌رسه. اما واقعیت این است که ایرانیان خارج کشور با تظاهرات بزرگی کردن در شبکه‌های اجتماعی و همین طور با به هر حال تماس‌هایی که داشتن تاثیرگذار بود. شما چقدر حمایت‌های خارجی رو اساساً ضروری و لازم می‌دونید برای پیشبرد اعتراضاتی که مردم ایران شروع کردن؟ ببینید همه چیز در ایران هست، همه چیز قدرت در دست مردم ایرانه. این مردم ایران هستن که می‌تونن رژیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن، هیچ دولت خارجی دیگه‌ای نمی‌تونه. اما طبیعی است که هر چقدر مردم ایران به پیروزی نزدیکتر بشن حمایت خارجی بیشتر میشه. ببینید همون ماجرای اوکراینه، اوکراینی ها ایستادن و جهانیان ازشون حمایت کردن و تحسینشون کردن. همین اتفاق در مورد ایران داره میفته. این ایرانی ها هستن که روی پای خودشون ایستادن، در خیابان ها هستن و تحسین جهانیان رو برمی‌انگیزن و طبیعتاً افکار عمومی غرب که قدرت بسیار بزرگی داره در غرب، دولت هاش هم مجبورن از اون پیروی کنن، اونها هم خواهند آمد هر چی بیشتر پشت این مردم و ولی در نهایت این مردم هستن که پیروز نهایی خواهند بود و به نظر من با پیروزیشون مسیر تاریخ رو میتونن نه تنها در ایران بلکه از آسیای میانه تا شمال آفریقا عوض کنند. سپاسگزارم از حضورتون و توضیحاتتون. اینجا با ما همراه بودید سعید بشیرتاش، تحلیلگر سیاسی. بله، اما حمایت هنرمندان ایرانی از خیزش اعتراضی علیه جمهوری اسلامی نیز همچنان ادامه دارد. مهدی یراحی خواننده موسیقی پاپ کشور با انتشار قطعه سرود زن با ایرانیان معترض ابراز همدلی و همبستگی کرده. بله، یک بار دیگه یادآوری کنم شماره ارسال پیام‌های صوتی و تصویری شما به تلگرام و واتساپ شماره 20447403000 هست. ما منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. سپاس که با ما همراه بودید. تا چند دقیقه دیگه برمیگردیم، جایی نرید.